که باشه حرف ایرون، هر اون جایی که باشه حرف ایرون، کلاسیک باشه یا لفظ خیابون. اگر خواهی بدونی قصد رندون، بیا بشی زمانی پای قندون، پای قندون. ای حبیب من، ای عزیز من، عشق روی تو شد نصیب من. به نام خداوندی که فرشتگان را بیافرید و آدمیان را بیافرید و بهشتیان را و دوزخیان را برگزید و وجود را به کن فیکون کرده و عقل را آفرید و جسم را آفرید و دل را و عشق را در او بدید و ابلیس را به جرم غرور از صف جنتیان بیرون کرد. او که بی اراده او چرخ گردون از چرخش برون است و انجم و ارکان از مدار خیش بیرون است و بی او هرچه سیارات و ستاره و ارکان است درمانده و سرگردان است. سلام بر شما که سلام از شماست و سلامتی در دیدار شماست. سلام بر شما که وفادارانه در حمایت برنامه ما نشستید و مثل همیشه ازتون میخوایم که ما رو به دیگران معرفی کنیم. اینو بعد با حکایتی پر پیچ و خم و آموزه‌های قشنگ از کتاب موش و گربه جناب شیخ بهایی نابغه دوران صفوی پیشتون اومدیم و مثل همیشه تلاش میکنیم تا بهترین های خودمون رو تقدیمتون کنیم. و اما حکایت. آوردند که در زمان سلطان محمود غزنوی تاجری بود و او کنیز بسیار جمیله‌ای داشت که به جمال و وجاهت و فصاحت آراسته بود. آن کنیز را انیس و جلیس، جلیس یعنی همنشین، انیس و جلیس خود ساخته بود و بی آن کنیز دمی نمی آسود. چون مدتی بر این بگذشت، آن تاجر را سفر رو نمود. باربندی کرده میخواست که متوجه سفر شود. کمی اوضاع رو بالا پایین میکنه، به این نتیجه میرسه که نمیتونه کنیزش رو با خودش ببره و از اونجا که قوم و خویشی هم توی اون شهر نداشته، تصمیم میگیره کنیز رو به عنوان امانت پیش معتمد شهر بذاره. علاجی جز این نیست که کنیز را به معتمد این شهر بسپارم، زیرا که پادشاه را هم دستی به او نیست و او بر مسند دیانت و امانت و صلاح منصوب است و سلسله مهارت مردمان در شهر به تصدیق و تجویز او منتظم ساخته شود. البته این تدبیر معتبر خواهد بود. برخاست و به خانه معتمد آمد و تحفه‌ای لایق همراه خود برد و شرح حال را عرض نمود. مبلغی زر را به جهت معقول و ملبوس کنیزک تسلیم معتمد نمود و کنیز را به او سپرد و روانه سفر شد. میگه یه مبلغ رو بابت خرج مخارج به جناب معتمد میده، کنیز به اون میسپاره و راهی سفر میشه. چنان که شاعر گرانمایه در وصف صحنه وداع ایشون فرمودند که قسمت میدم پشت سر من مسافر گریه نکن، بیشتر از جونم من دوست دارم این دم آخر، بر میگردم با یه دنیا جلوه های عاشقونه، گریه نکن گریه نکن. بله، چند وقتی که از رفتن تاجر میگذره، جناب معتمد کنیز رو صدا میکنه و بهش میگه که ببین دختر جون، تاجر قبل رفتنش تو رو بخشید به من و شما دیگه مال منی. میگه فکر کنم یه جای کار میلنگه آقا معتمد. چطور؟ میگه تاجر اگه منو به تو بخشیده بود، چرا هیچ سند و قولنامه‌ای دست به دست نشده؟ ضمن اینکه واسه چی اونقدر پول برای خرج و مخارج من بهت داده؟ تو دروغ میگویی و خداوند عالمیان در شأن دروغگو فرموده است ان الله لا یحب الکاذبین، و دروغ تو به جهت این است که نیت بد و قصد خیانت داری و در شأن خیانتکار خداوند عالمیان فرموده ان الله لا یحب الخائنین. پس ظاهر و معلوم است که تو از این صفات ذمیمه ملاحظه نداری. ذمیمه با دال زاله به معنی مذموم و خار، با اون ذمیمه که با ساد ساد نمیشه و به معنی پیوسته فرق داره. معتمد میگه که من میخواهم که چون من با تو محبت دارم، تو هم با من مهربان باشی و اگر نه تو را تنبیه و سیاست کردن آسان است. میگه من عاجزم و حقیر و بیکس،
با خود این فکر می کنم که آن روز که مرا اسیر کردند و از مادر و پدر و اقربا جدا ساختند و از ملک خود به ملک دیگر بردند، بسیاری چون من در این واقعه به شمشیر برنده هلاک ساختند و این همه قضیه و بلیه که دیده و شنیدم، خداوند عالمیان همه را بر من سهل و آسان گردانیده. پس قصه سیاست و تعذیب تو به این کمینه چه خواهد کرد؟ و مرا از گرسنگی پروایی نیست و کشتن امریز بهتر از آن که کسی نزد پروردگار خجل و شرمسار باشد. الحال ای معتمد اختیار داری. میگه آقا من از روزی که از خانوادم جدا کردم تا الان خیلی ها رو دیدم مثل من کنیز بودن و از بین رفتن به ضرب زور و شمشیر، و من اگر کشته بشم از گرسنگی بمیرم، بهتر از اینه که در پیش خدای خودم شرمسار باشم به خاطر خیانت. معتمد از این گفتگو برآشفت و کنیز را بسیار بزد و مقید ساخت. بردش توی یکی از آپارتمان‌هاش انداخت و در و پیکر رو چهار قفله کرد و یک غلام بچه هم سپرد که براش آب و دون ببره. چون چند روزی دیگر بگذشت، باز معتمد به خانه‌ای که کنیز را مقید ساخته بود آمد و زبان به نیاز و لقمه بگشاد. این قضیه یه چند باری تکرار شد، هر بارم کنیزک کتک مفصلی خورد. از اون طرف توی همون محله یه قتل ناموسی انجام میشه و جریان رو به معتمد میگن، اونم پیگیر میشه و این بر اون بار خلاصش این که یه جورایی برگ فوت اون بنده خدایی که تو قتل ناموسی کشته شده میفته دست معتمد و اونجا پیش اون میمونه. از این جریان یه چند وقتی میگذره و اومدن تاجر طول میکشه. معتمد به همان طریق روزها کنیز را نصیحت می نمود و او قبول نمی کرد و معتمد او را سیاست می کرد، تا کار به جایی رسید که انبر سرد و گرم از کنیزک می گرفت و تمام بدن او را مجروح می ساخت. تا اینکه بعد از 2 سال دیگر تاجر از سفر باز آمد و از راه یک سره به در خانه معتمد آمد. بله خب مشخصه دیگه، میگه این رو اذیت میکرده که به خواستش تن بده، اونم مقاومت میکرده، اونم اینو شکنجهش میداده. تا اینکه تاجر بعد از 2 سال از سفر برمیگرده و میره سراغ معتمد. معتمد یه چند باری تاجر رو میپیچونه و سنگ قلابش میکنه، تا اینکه یه روز تاجر کلافه میشه و میره پیش معتمد. میگه بنده آن مرد تاجرم که کنیز خود را به تو سپردم، چند وقت است مکرر میآیم و به خدمت شما نمیرسم. امروز که به خدمت شما رسیدم و سلام کردم، جواب سلام ندادید، جهت چیست؟ بله میگه ای تاجر، کنیز تو مریض بوده، منم 12 تومن خرج دوا دکترش کردم و خب چون روم نمیشده اینو اول بسم الله به تو بگم، دیگه نخواستم ببینمت. میگه این بگفت و روانه ی حرم شد. تاجر بیچاره ناامید برگشت، با خود میگفت حکایت غریب است و معتمد عجب مرد با انصافی است. الحکم لله، حالا بروم شاید که فردا کنیز را بستانم. چون صبح شد، تاجر بیچاره مبلغ 10-12 تومان زر و پارچه‌ای چند برداشت و به در خانه معتمد برد. البته این 10-12 تومان شما در نظر میگه مال زمان صفویه است، یعنی پول کلونی میشه واسه خودش، تصور امروز رو نداشته باشی. بله میگه یه مقدار پول برداشت و با یه پارچه و خلط رفت که حالا کنیز رو تحویل بگیره دیگه. میگه بازم یه چند باری طرف رو میپیچونه، تا اینکه بالاخره معتمد ناچار میشه به تاجر میگه که ای تاجر، شما تازه از سفر آمده اید و لایق نبود که یک دفعه به مجرد باز آمدن از سفر سخن چنین بر دوستان خود گفتن. به این سبب روزی صبر و عدم مکالمه در طلب شما شد، اما اصل مسئله این است که کنیز روزی از روزها اراده حمام کرد، از خانه بیرون رفت، دیگر او را ندیدم تا آن که یک روزی جمعی از جهال محله زنی را بکشتند. چون آن خبر منتشر شد، معلوم گردید که همان کنیزک بوده و جهال محله از روی تعصب و غیرت او را کشته بودند.
در واقع داره یه جوری اون بنده خدا رو بدنام میکنه دیگه، میگه این از خونه زده بیرون، بعدم گمگور شده و خلاصه یه سری از این اوباش عرازل به قصد اینکه اون آدم بدکاری شده اون رو کشتنش. تاجر چون این سخن شنید بسیار مضطرب و پریشان خاطر شد و دیوانه بار از خانه معتمد بیرون آمد. یه نکنه که راست بگه، نکنه واقعا این کار کرده باشه، ولی اگه دروغ بگه از کجا بفهمم؟ اگه راست بگه چجوری مطمئن میشم که کنیز من همچین کارهایی کرده یا نه؟ تاجر یه چند شبی بیخوابی میکشه تا بالاخره تصمیم میگیره عریضه برای سلطان محمود بنویسه و ازش کمک بخواد. سلطان محمود که عریضه رو میخونه جناب معتمد رو میخواد و ازش سوال میکنه. معتمد در این باب آنچرا قبلا به جهت تاجر نقد کرده بود به عرض پادشاه رسانید و محضری که کت خدایان مهر امضا نموده بودند بیرون آورده تقدیم سلطان نمود. منظور همون گواهی فوت اون خانوم است که اون جوهال کشته بودنش. چون سلطان محضر را دید به تاجر فرمود هرگاه کنیز کشته شده است و در این باب معتمد چه تقصیری دارد؟ تاجر بیچاره را جواب نماند و حیران و سرگردان و غمناک برگردید و به منزل خود رفت و معتمد هم خوشحال به خانه آمد و کنیز را طلبید و شروع در سیاست کرد که شاید او را راضی کند. اما کنیز راضی به آن امر شنیع نگردید. بله، حالا از اون طرف بشنوید که سلطان محمود عادت داشته با لباس مبدل یه موقعی بین مردم میچرخیده. قضا را شبی بر حسب عادت از خانه بیرون آمد و بر سر کوچه‌ای رسید. دید که دکانی را باز کردند و آواز و صدا از جمعی می آید. سلطان به طور آهسته آهسته پیش آمد و گوش بداد. شنید که جماعتی از جهالان بازی پادشاه و وزیر می کردند. سلطان لمحه‌ای بایستاد. قضا را شخصی از آنها قاب انداخت. قابش امیر آمد. چون آن رفیقان دیدند که آن مرد امیر شد همه بر آن شخص خندیدند به سبب آن که آن مرد سفیه و مجهول و نادان بود و در ضبط و ربط بازی و حکومت شعوری نداشت. در آن مجمع پسری بود که کلاه نمدی بر سر داشت. به آن مرد زبان تمسخر و ریشخند دراز کرد و حاضری میخندیدند. برای چی منو مسخره میکنی و به من میخندی؟ آخه امیر شدی، تاس برای شاه شدن نشسته. خب این کجاش خنده داره؟ اینجاش خنده داره. مسخره اینه که امیر شدن تو در ضبط و ربط امور حکومتی مانند حاکم کردن سلطان محمود میماند در مسئله و قضیه معتمد و تاجر و کنین. پادشاه که این حرف رو میشنوه شستش خبردار میشه که توی جریان کنیز و تاجر یه اشتباهی کرده که اینا دارن براش دست گرفتن. برای همینم فرداش میفرسته که اون جوون رو پیدا کنن. جریان پیدا کردن اون پسر خودش دو سه قسمت سریاله که اگه آمن بهش ببندن شاید 6-7 قسمت بکشه. اما بالاخره پسر جوون رو تا یک عملیات متعورانه پیدا میکنن و میارن پیش سلطان محمود. پدر اون جوون خیلی ناراحت میشه که چرا سلطان محمود پسرش رو خواسته. میگه ای پسر، خانه‌ات خراب شود برای فتنه‌ای که برپا کرده ای. کی باشد که از هم و غم تو آسوده مانم؟ کاش که من تو را نداشتمی. بله، و خلق محله از اعلا و ادنا، از بزرگ و کوچیک، از عقب آن پسر به جهت تماشا و یافتن تقصیر پسر روان گردیدن. جماعت میرن به سمت اینکه ببینن شاه با این پسر چیکار داره و چه خبطی مرتکب شده. یکی میگفت که پادشاه را دشنام داده، دیگری میگفت نفرین به دولت شاه نموده و اراجیف بسیار در این خصوص در میان مردم انتشار یافت. و پدر پیر چنان دید که پسرش را بردن دلش تاب نیاورد، پس لاعلاج خود را در میان آن خلق انبوه انداخته در عقب مردم میرفت تا اینکه به دربار سلطان رسیدند. پس آن خادم پسر را به اندرون دولت خانه برد و به نظر فیض اثر سلطان رسانید. چون پادشاه را نظر به پسر افتاد گفت تو بودی دیشب در فلان محله بازی میر و وزیر میکردی؟ بلی، تو بودی که به اون شخص میگفتی که امیری کردن تو مثل حب کردن سلطان محمود میماند در قضیه معتمد و تاجر و کنیز؟ بلی. این چه حکایتی است؟ این چه حکایت است و چه صورت دارد؟ دیگه هرگاه این بنده را اختیار و تسلی بود
بر پادشاه و بر همه کس ظاهر می شد که چگونه معتمد را می آوردم و کنیز را از او می گرفتم. میگه اگه من قدرت پادشاه را داشتم بهت می گفتم چجوری اونو می آوردم و اون کنیز را پیداش می کردم. اگر اختیار حکومت می داشتی تا چند روز این مسئله را فیصل می دادی؟ پادشاه میگه خب تو اگه حاکم بودی چند روزه اینو درست میگه 6 روز. پس ما اختیار حکومت را 6 روز به تو دادیم که فرمان روایی نمایی تا ببینم که چگونه کنیز تاجر را از معتمد می ستانی و هرگاه کنیز را از معتمد گرفتی فبها و الا تو را سیاست سخت می نمایم تا که دیگران عبرت گیرند و این گونه فضولی و بیادبی نکنند. بله چون رأی پادشاه بر این است خدمت کنم. میگه باشه. پس از این گفتگو پسر آمد و بر تخت سلطنت قرار گرفت و بفرمود که یکی برفت و معتمد را حاضر کرد و بیرون دولتخانه پادشاه مردمانی که حاضر بودند از این معنی مطلع و باخبر شدند. همه میگفتند که عجبا از این واقعه بر سر پسر چه واقعه خواهد شد. بله برای فهمیدن این قسمت دونستن این که چطوری این جوان از عهده برمیاد و چه اتفاقاتی میفته و چطور از معتمد اقرار میگیره لازمه که خودتون کتاب موش و گربه شیخ بهایی رو بخونید. بله و اما بعد آن پسر گفت ای معتمد راست بگو. در این حالت پادشاه نشسته و تماشای دیوان پسر و حالات معتمد را می کرد و بسیار از سیاست و دیوان پسر خوشش آمده بود. بعد از آن پسر گفت ای معتمد اگر راست بگویی فهو المراد. پس از این معتمد مضطرب شد، لحاظا سکوت اختیار نمود و سر به زیر انداخت. پس از این حالت پسر به 2-3 نفر از خواجه سرایان فرمود که بروید به خانه معتمد. مامورین میرن و میریزن تو خونه معتمد و همه رو میگیرن و میرسن به همون پسر بچه‌ای که اگه یادتون باشه قبلا گفتیم غذای کنیز رو براش میبرد. بله غذا را آن غلام بچه از کنیز خبر داشت و همه روزه آب و نان از برای آن کنیز میبرد. آن غلام بچه بی تأمل گفت که کنیز در فلان جاست، چک و نخورده لو داد و ایشان کنیز را برداشته به دربار سلطان رسانیدند. پادشاه چون نظرش بر آن کنیز افتاد متعجب گردید. بعد از آن از کنیز حقیقت احوال پرسید و آن کنیز آنچه از معتمد به او رسیده بود تمام را به تفصیل شرح و بیان داد. پس بفرمود تا معتمد را حاضر کردند و در حضور وی آنچه واقع شده بود باز تقریر کرد، یعنی دوباره همون نکات را اقرار کرد در حضور خود معتمد. این دفعه پادشاه از این سخنان برآشفت، معتمد را سیاست تمام کرد و امر کرد که به آتش بسوزانند. سپس تاجر را طلبیده و خلعت داد و نوازش فرمود و کنیز را با اموالی که تاجر به معتمد سپرده بود گرفته تسلیم تاجر نمود. بله و سلطان محمود به خاطر هوش و درایت این جوان اون رو وزیر خودش کرد و کنیزک هم مزد وفاداری و خیانت نکردنش رو گرفت. تا نوبت بعدی قندون، شب و روزتون خوش و روزگارتون خوش باد. خدا نگهدار.